خدایا خبردار پدر مادرامون سالم بگردن. الهی با درود بر شما هموطنان گرامی، وقتی که بالاخره کم سن و سالتر و کم تجربه تر بودیم، آخوندا که روزه قاسم ابن حسن میخوندن ناراحت میشدیم و لعنت میفرستادیم بر لشکر یزید که چرا همچین جنایتی کردن. ولی وقتی یه خورده بزرگتر شدیم و تجربه کسب کردیم و زمونه به همون یاد داد که وقتی آخوند یه حرفی میزنه یکم موشکافانه تر بهش نگاه کن، به قضیه نگاه کردیم، مجبور شدیم که از یه دید دیگه هم نگاه کنیم. اینکه کار امام حسین از نظر من، حالا عقل من جوری میگه، از اساس اشتباه بوده که شمشیر داده دست بچه 13 ساله گفته برو به جنگ. حالا تو به اعتقادات توهین میشه، من اینطوری میگم بشه، ولی عقل من اینجوری میگه، میگه شمشیر دادن دست بچه 13 ساله کار اشتباهیه. حالا قضیه جنایت کرمان، اصلا ما یاد نگرفتیم وقتی همچی جنایت اتفاق میفته اون نیرو امنیتی بیاریم به سلابه بکشیم. اصلا وزیر کشور رفته اونجا یه جوری نشسته که اصلا انگار نه انگار مسئول بوده، وزیر اطلاعات اصلا پیداش نیست. خودشون شروع کردن میگن انتقام، نه اول باید اون افرادی که مسئول تامین امنیت بودن محاکمه بشن. اون جنایتکار داعش نمیدونم ماهش هر سینه برمی هست، اون وظیفهش جنایته، میاد که جنایت کنه. تو وظیفته که از جون ملت دفاع کنی. نکنیم ویدیو بعدی ببینید بچه خردسال توی حادثه کشته شده. خب داعش میاد میکشه. تو نیروی امنیتی، تو وزیر اطلاعات، تو وزیر کشور، تو استاندار داری از پول این ملت، از پول همین بچه که الان کشته شده، از بیت المال این حقوق میگیری که از جونش محافظت کنی، نتونستی. انتقام، انتقام از کی میخوای انتقام میگیری؟ تو از ملت انتقام گرفتی با ناتوانی خودت در تامین امنیت. ملت یه زمانی حزب الله نفهم بیشور، یکم فکر کن، یکم فاز فکری دوست کن، فردا نوبت خودت، خود آزده. این نیروی امنیتی ببرین زیر سوال، بگین آقا مثل کره آدم وظیفتون انجام بدید. نه تو صفحه اینستاگرام میری که مثلا چند نفر پیج حسن رو فالو میکنن، بریم بهشون میگیم فالو نکن. تو اصلا وظیفه چیز دیگه، اصلا پیج حسن فالو بشه نشه، کسی ببینه نبینه، تو وظیفه تامین امنیت اون ملته. شما اصلا طلبکار ملت شدید، در صورتی که نه، شما بدهکار ملتید. شما از پول این ملت دارین حقوق میگیرید که امنیت این ملت رو تامین کنید. طلبکار ملت نیست که، شما با خادم مردم باشید، نه طلبکار مردم. ببینید بچه زمان بسر رو بر اثر بیلیاقتی مسئولین امنیتی کشور کشته شد، نه کار به داعش داره نه ماهش. خاک بر سر نیروی امنیتی ایران. خدایا خبردارم پدر مادرامون سالم بگردن. الهی